اگه میخوای نکاتی رو راجع به کمبود پتاسیم تو گلخونه بدونی تو این ویدیو همراه من باش. سلام دوست عزیز، در ویدیو روز گذشته راجع به چگونگی ممانعت از ورود حشرات به گلخونه صحبت کردیم. تو این ویدیو میخوام نکاتی رو راجع به کمبود پتاسیم در گلخونه با هم مرور کنیم. قبل اینکه ادامه ای ویدیو رو ببینی حتما این پست رو سیو کن، برای همکارات به اشتراک بذار و اگر هم از اکسپلور اومدی خوشحال میشم پیج ما رو فالو کنی تا ویدیوهای بعدی پیج ما رو از دست ندی. دوست عزیز، همونطور که میدونی اغلب مقدار زیادی پتاسیم توی فرآیند جذب فعال جذب میشه. پتاسیم در گیاه بسیار متحرکه و به سرعت به بافت‌های جدید منتقل میشه. نشانهای کمبود پتاسیم ابتدا بر روی برگ‌های پایینی و به صورت لکه‌ها یا خال‌های حاشیه‌ای دیده میشه. اگر این کمبود ادامه پیدا کنه در حاشیه برگ‌ها مرگ بافتی به وجود میاد و گیاه اندکی پژمرده میشه. برگ‌هایی که دچار کمبود پتاسیم هستن معمولاً دارای کمتر از 1.5% از این عنصر هستن. کمبود پتاسیم در گوجه فرنگی رسیده باعث ایجاد لکه‌هایی بر روی این میوه میشه که ناشی از عدم تولید رنگ قرمز طبیعی در مناطقی از اون گیاهه. در کمبود پتاسیم نوک برگ‌ها و حاشیه اونها در برگ‌های پایینی دچار سوختگی میشه که به اصطلاح نوک سوختگی یا لب سوختگی گفته میشه. پتاسیم در ایجاد مقاومت به خشکی گیاه نقش داره و زمانی که کمبود پتاسیم در گیاه به وجود میاد تشنگی گیاه سریعتر خودش رو نشون میده و گیاه سریعا پژمرده شده و شادابی خودش رو از دست میده. علائم کمبود پتاسیم در میوه خیار باعث کوتاه و چاق و نوک کشیده شدن اون یا اصطلاحاً دوکی شدن میوه میشه. گیاهانی که با کمبود پتاسیم مواجه میشن کمروش بوده و معمولاً نسبت به بیماری‌ها حساس‌ترن. دوست عزیز، ممنون که به این ویدیو توجه کردی، امیدوارم که مفید باشه براتون. در پست روز آینده میخوام اشتباهات بهداشت عمومی در گلخونه رو با هم مرور کنیم. سپاس از همراهی شما.